با سلامی گرم و صمیمانه سهیلا دانلا هستم با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی با ما همراه باشیم. خانواده های دادخواه، خانواده های زندانیان سیاسی در طول 14 گذشته همیشه توسط جمهوری اسلامی تحت فشار و مورد اذیت آزار قرار گرفتن و در جریان اعتراضات 98، 96 و انقلاب زن زندگی آزادی علاوه بر اینکه هزاران نفر بازداشت و صدها نفر با آرزوها و خواستها برای یک زندگی بهتر توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شدند، جمهوری اسلامی همچنان مردم معترض رو به جرم مطالبه حقوق انسانی به قتل میرسونه و خانواده اونها رو به جرم دادخواهی تهدید میکنه، بازداشت رو به زندان میندازه و شکنجه میکنه و این اوج توحش حکومت دیکتاتوری هستش. بر اساس گزارشات ناهید شیرپیشه در زندان زنجان روز پنجشنبه هفتم تیر مورد ضرب شهر قرار گرفته بود. ناهید شیرپیشه مادر دادخواه پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98. ناهید شیرپیشه معلم بود. او در اردیبهشت 401 در روز معلم نوشت: من یک معلم دادخواهم. معلمی بودم که پس از 29 سال خدمت صادقانه در آموزش پرورش سرانجام با شلیک به جمجمه پسرم از من قدردانی کردند. 20 تیر 401 ماموران امنیتی به یورش به خانهش او رو بازداشت و در حال حاضر در زندان زنجان در حبس هستش. در همین رابطه با شیلان میرزایی گفتگویی داریم، اما قبل از گفتگو توجه شما رو جلب میکنیم به کلیپ منا بختیاری که از وضعیت پدر و مادرش در زندان صحبت میکنه. با درود به مردم شریف ایران، لازم دونستم که بعد از مدت ها سکوت راجع به وضعیت خانواده‌ام با شما صحبت کنم. قبل از نوروز 1403 مامورین اطلاعات به دیدن مادرم داخل زندان زنجان رفتن و بهش قول مرخصی 10 روزه رو دادن، البته به قید وثیقه چند میلیاردی. بعد از کلی دوندگی و پیگیری 2 ماه قبل وزارت اطلاعات من رو خواستن و وقتی به اونجا مراجعه کردم من رو مورد بازجویی قرار دادن. اول راجع به وضعیت عمم صحبت کردن و از اون اطلاعات خواستن، گفتن که میدونن کدوم کشور زندگی میکنه و مقصر همه این اتفاقاتی که ایشون. از وقت خواستن همکاری کنم، ولی منم بهشون گفتم که این همکاری نیست، در اصل آدم فروشیه و من هیچ وقت کسی که باش بزرگ شدم و خانوادمی نمیفروشم. بعد از اینکه قبول نکردم همکاری کنم، منو تحت فشار قرار دادن که برادرم رو به عنوان یک اختشاشگر معرفی کنم. گفتن که برادر شما کیوسک آتیش زده، میخواسته به مامورین ما تیراندازی کنه و سر همینه که به شلیک شده. متاسفانه همین صحبت ها رو داخل زندان به مادرم هم گفته بودن و از طریق این جریانات اونم مورد شکنجه قرار داده بودن. از هم تعهد گرفتن که هیچ گونه فعالیتی توی مدت نداشته باشم و هیچ پستی نذارم تا مادرم رو بتونن مرخص کنن. یک ماه بعد وقتی پیگیر شدم گفتن که مادرت مرخصیش لغو شده، برای اینکه سبا و مهرداد پستی گذاشتن تو فضای مجازی و در گذشت پسرمشون اطلاع دادن. حالا نمیدونم اصلا چه ربطی به جریانات داره. و گفتن حالا باز دوباره ما پیگیری میکنیم، 31 خرداد بیا سر بزن. 31 خرداد من رفتم جویا شدم، گفتن که برو بعد انتخابات بیا. اصلا هیچ کدومش کار ندارم که این چند ماه انقدر ما رو عذاب دادی و شکنجه دادید. امروز من الان از ملاقات مادرم اومدم، رفتم دیدم اونجا به جون مادر من سوء قصد شده دوباره. بعد از این همه اتفاقاتی که افتاده دوباره کسی اومده و دست درازی کرده به مادر من، مورد ضرب و شتم براش داده. من نمیدونم چطوری میتونید با جون و سلامتی پدر و مادرم بازی کنید. پدر من الان سلامتیش تو خطر، اجازه عمل نمیدن. مادر من میرم میبینم اینجوریه، واقعا نمیدونم چیکار کنم. من فقط میخوام اونا آزاد بشم و برام دیگه هیچ چیزی اهمیت نداره. اگه میبینید اینطوری شما نمیتونید کاری بکنید، میتونید همه خانواده من رو بکشید. ما هیچ حرفی نداریم، حاضریم کشته بشیم، چون این زندگی خیلی بدتر از مرگه.
خیلی خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی شیران میرزایی. از آخرین وضعیت نارید شیرپیشه این مادر دادخواه برامون بگید. با توجه به صحبت‌های مونا بختیاری، علی‌رغم اینکه به مادرش مرخصی ندادن، بلکه در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. درود به شما. خب همونطوری که ما از صحبت مونا شنیدیم، من میخوام در مورد این وضعیت که داره تکرار میشه در مورد خانم ناهید شیرپیشه صحبت کنم. خانم ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری و زندانی محبوس در زندان مرکزی زنجان، در حالی دوران حبس خودش رو داره سپری میکنه که بر اثر فقدان رعایت اصل تفکیک جرایم در بخش زندانیان جرایم غیر سیاسی و خطرناک قرار داره. و همون جوری هم که ما مطلع هستیم، تیر ماه سال گذشته حتی مونا در مورد اینکه مادرش باز هم در این بند مورد ضرب و شتم از سوی همین زندانیان جرایم خطرناک قرار گرفته مطلع شدیم. پارسال هم به خاطر اینکه پویا بختیاری و این زندانیان اختشاشگر تلقی کرده بودن و با مادرش درگیر شده بودن، حتی در صدد خفه کردن خانم ناهید شیرپیشه با شلنگ افتاده بودن. نگهبانای زندان هیچ حمایتی از خانم شیرپیشه نکرده بودن و بعد از این همه ضرب و شتم اتفاقی که افتاده بود، ایشون خودش شخصا درخواست کرده بود برای حفاظت از جون خودش دوباره اون رو به انفرادی برگردونن. اما امسال هم الان دیدیم بعد از ملاقاتی که بعد از ماها که اجازه ملاقات مونا رو با مادرش نداده بودن، ایشون اجازه ملاقات گرفت مادرش رو ببینه، اما در شرایطی ایشون رو ملاقات میکنه که متاسفانه باز هم از سوی این زندانیان در بند جرایم خطرناک متاسفانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته. جزئیاتی که ما از مونا شنیدیم جزئیات دردناکه، به خاطر اینکه فقط مادرش نیست که الان در زندان خانم دالون. ما میدونیم که آقای منوچهر بختیاری یکی از بنیانگذاران جنبش دادخواهی در ایرانه و کسی بود که این جنبش رو و این کارزار رو شروع کرد برای اینکه خانواده های دادخواه خون فرزندانشون بشن، دلیل کشته شدنشون رو دادخواهی کنن. اما خب الان چیزی که جمهوری اسلامی در برابر خانواده های دادخواه داره موضع میگیره، مخصوصا خانواده خانم شیرپیشه و حتی عموهای آقای پویا بختیاری، هم برادرهای آقای منوچهر بختیاری، هم خودش، مسئله اینه که در واقع جمهوری اسلامی داره با یک غرض‌ورزی شخصی، مخصوصا غرض‌ورزی که علی خامنه‌ای نسبت به این خانواده و همچنان خانواده خانم سپری داره، در واقع میبینیم که اتفاقاتی که داره در جریان این حکمی که در زندان حکمای تعزیری که دارن به اونها ناعادلانه دارن این حکما رو میکشن، متاسفانه مورد سوء قصد، مورد ضرب و شتم، مورد بی احترامی، عدم درمان قرار میگیرن. همین الان هم آقای منوچهر بختیاری نیاز به درمان داره و متاسفانه ایشون رو برای مداوا از زندان خارج نمیکنن. کما اینکه قبل از اینکه خانم ناهید شیرپیشه از زندان کرج به زنجان منتقل بشه، ایشون به مداوا احتیاج داشت، به درمان احتیاج داشت، متاسفانه هیچ اقدامی نکردن. بعد از ضرب و شتم پارسال ایشون رو به انفرادی فرستادن با این خوشحالی حکومت که این رو یک نوعی پیروزی علیه خانواده شیرپیشه برای خودش قلمداد میکنه و متاسفانه ایشون مجبور شد که به انفرادی پارسال برگرده. اما مبحث ناراحت کننده و نگرانی همه ماها از این هستش که الان خانم شیرپیشه چه وضعیتی داره، با وجود اینکه ما میدونیم مونا در شرایط بسیار امنیتی هستش، یعنی خیلی فشارهای امنیتی، نهادهای امنیتی روی ایشون هست برای اینکه سکوت کنن، برای اینکه حرف نزنن و جزئیاتی که اونها میخوان در مورد خانواده‌اش، در مورد جاویدنام پویا بختیاری بگه، خب مسائلی هستش که اجازه نمیده به مونا جزئیات بیشتری رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن. ما این به معنی نیست که ما خانواده ناهید شیرپیشه رو رها کنیم و صداشون نباشیم. ما نگرانیم از وضعیت خانم شیرپیشه که الان بعد از این ضرب و شتم اخیر چه اتفاقی براش افتاده، آیا دوباره به انفرادی برش گردوندن، آیا هنوز در این بند عمومی جرم خطرناک هست یا نه. خب سوالی که مطرح میشه با توضیحاتی که شما دادید، میدونیم اولین خانواده نیستن که مورد اذیت آزار قرار میگیرن، خانواده های جاماختگان انقلاب زن زندگی آزادی ما میبینیم همچنان برای پدر مادر اونا حکم صادر میکنن، بازداشت میشن و مورد اذیت آزار و تحت فشار قرار میگیرن. واقعا سوال اینجا چرا جمهوری اسلامی عزیزان اینا رو ازشون گرفته، ولی به جز این که تهدید میشن، اذیت و آزار میشن، چرا
همچنان این ادامه داره؟ چرا حکم زندان براشون صادر میشه در صورتی که به جز دادخواهی کاری نکردن، به جز اینکه صدای فرزندانشون باشه هیچ کاری نکردن؟ این سیاست جمهوری اسلامی چی رو به میرسونه؟ چرا جمهوری اسلامی دست از اذیت و آزار این خانواده بر نمیداره؟ ببینین، اولین مسئله که میخوام اینجا در موردش حرف بزنم و شفاف بشه که خیلی ها هم بدونن، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، اینه که جنبش دادخواهی یک جنبش سیاسی نیست، یک گروه سیاسی نیست. عده‌ای از خانواده‌هایی هستن که جمهوری اسلامی عزیزان اینها رو کشته، به قتل رسونده، در اعتراضاتی که طی 3 دهه اخیر در ایران بوده اینها رو با گلوله‌های جنگی کشته، یا حالا با قتل‌هایی که ما می‌دونیم از سوی حکومت اتفاق افتاده، مثل مهدی سلمانزاده که پدرش دادخواهه، مثل ناهید شیرپیشه و خیلی دیگه از خانواده های دادخواه. مسئله جمهوری اسلامی اینه که واقعا میخواد که مردم ایران رو خودی و غیر خودی کنه، و برای تفکیک این خودی و غیر خودی بودن، خب گروهی که به عنوان جنبش دادخواهی دارن دادخواه خون فرزندانشون میشن، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، قوانین اساسی جمهوری اسلامی میتونن شکایت کنن بابت اینکه چرا فرزندشون با گلوله جنگی در خیابون کشته شده، با باتون کشته شده و با هزار اتفاق دیگه. اینا حق دارن بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی حق دارن که شکایت بکنن. اما از این طرف ما نگاه میکنیم به جمهوری اسلامی که میاد قوانین خودش رو دور میزنه، و همه اتهامات این خانواده دادخواه رو ما میبینیم که اساسا وصلشون میکنه به جاسوسی، به وصل شدن به گروه های خارج از کشور، گروه های معاند، همکاری با براندازان و خیلی چیزهای دیگه. در واقع این نیست، و تلاش جمهوری اسلامی در صدد خاموش کردن صدای خانواده های دادخواست با این اتهامات که اتحاد و همبستگی خانواده ها را از بین ببره. ما خیلی از خانواده های دادخواه رو داریم و خیلی از این عزیزان تنها جرمشون این بوده که مثلا پدر محمد مهدی کرمی، آقای ماشاءالله کرمی، به دیدار چند خانواده دیگه میره، داغی که دارن رو، دردی که دارن رو با هم به اشتراک میگذارن و میخوان ببینن راه حل این چراها چیه، این شکایت از کجا باید پیگیری بشه. ولی ما از این طرف میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی میاد اینها رو مجرم تلقی میکنه، یعنی دادخواهی اینها رو جرم تلقی میکنه. این برمیگرده به همون غرض ورزی جمهوری اسلامی علیه کسانی که میخوان چهره واقعی جمهوری اسلامی رو در جامعه بین الملل نشون بدن. لااقل ما میدونیم که صدای بسیاری از این خانواده های دادخواه، بسیار از این کشته شده که خیلی هستن، ولی اگر نگاه کنید تعداد بسیاری از اینها در واقع دیده شدن، داستان هاشون روایتگری شده، از نیکا شاکرمی، از تجاوزی که بهش شده، از خانوادهش که دادخواهن، از سارینا ساعدی، از حدیث نجفی، از محمد مهدی کرمی و خیلی های دیگه، از کمال لطفی که ایشون هم به همین دلیل الان در زندان هستش. اینها داستان هایی هست که روایت میشه در جامعه بین الملل، کنشگری حتی حقوقدانان یا جامعه حقوق بشر به مسائلی که در داخل ایران داره اتفاق میفته بیشتر میشه، و جمهوری اسلامی تلاش میکنه جلوی کنشگری و دیده شدن این رو در جامعه بین الملل بگیره. با چه ابزاری؟ با ابزار سرکوب سیستماتیکی که ما نه تنها علیه خانواده های دادخواه داریم، علیه زندانی های سیاسی داریم، علیه معترضین داریم، علیه نویسندگان و خیلی از اقشار مختلف جامعه. مهم اینه که ما کنار خانواده های دادخواه باشیم. ما الان، من متاسفم که این رو بگم، که ما الان همش میبینیم که ویدیوی پخش میشه که خانواده های دادخواه کنار یک مادر دادخواه دیگه در سالگرد کشته شدن اون فرد کنارش رفتن، خونه این فرد رفتن و یادش رو گرامی میدارن. چرا فقط خانواده های دادخواه کنار هم هستن؟ چرا به این جنبش دادخواهی مردم ایران نمیپیوندن؟ کسایی که واقعا حرف میزنن از اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستن، مبارز هستن علیه جمهوری اسلامی، فارغ از هر ایدئولوژی فکری که دارن، فارغ از هر گروه سیاسی که در اون فعالیت میکنن، میتونن کنار این خانواده ها باشن، در تجمع هایی که این خانواده ها تشکیل میدن برای یادبود این عزیزانشون، برای اینکه داستان این افراد رو روایتگری کنن، باید کنارشون باشن که صدای اینها در جامعه بین الملل شنیده بشه. من یک نکته دیگه هم بگم خانم دالوند، اینکه ما قدرت رسانه، قدرت جامعه بین الملل در رسانه رو میبینیم. لااقل
تازه ترین و زنده ترین موردش ما میتونیم به اون قیامی، اون جنبشی که برای توماج را افتاد، توماج صالحی را افتاد حرف بزنیم. وقتی ما میتونیم در مورد توماج انقدر فشار بیاریم که حکم اعدام لغو بشه، میتونیم در مورد خانواده دادخواه همین کار بکنیم. متاسفانه در مورد خانم ناهیده شیرپیشه، خانواده بختیاری کمکاری شده از سوی تمام کسانی که توی مدت میتونستن صدای این خانواده ها باشن، صدای افرادی باشن که دادخواه خون فرزندانشون هستن، متاسفانه نتونستیم کاری بکنیم، یا لااقل کارزارهایی که راه انداختیم در حمایت از خانواده های دادخواه به اون انسجام و اون همبستگی و اون عملگرایی که باید لازم باشه متاسفانه نرسیده. خب به نظرتون چه کار میشه کرد؟ شما نکاتی رو مطرح کردین برای مقابله با این سیاست هایی که جمهوری اسلامی، سیاست فشار، اذیت، آزار، زندان، شکنجه، این هستش، چه کار میشه کرد در مقابله با این سیاست ها؟ خب ما دوتا کار میتونیم، به نظر من و به باور من، ما دوتا کار میتونیم انجام بدیم. ما وکیل های بسیار شریفی در داخل ایران داریم که کنار خانواده های دادخواه ایستادن. ما به وکیل های زیاد دیگه احتیاج داریم که به این وکلا بپیوندن. یک شکایتی اصلا نه از طرف خانواده های دادخواه، از سوی حقوقدان ها انجام بدن به دادگاهی که در ایرانه، بر اساس قوانینی که میتونن جزئیات اون رو منتشر کنن، رسانه‌ای کنن، که اگر کسی با این جزئیات، ما پرونده های موفق دیگه هم داشتیم که کسانی از خانواده های دادخواه خون فرزندانشون شدن، ضارب این افراد در دادگاه های جمهوری اسلامی، بالاخره با سماجت این خانواده ها و وکلاشون بالاخره دادگاهی شدن. حالا اگر باز هم نتیجه عادلانه ای نداشته، مسئله اینه که منجر به این شده که اون ضارب و اون متهم دستگیر بشه. اما مسئله اینه که ما واقعا نیاز داریم به هم وکلا و حقوقدانایی که در داخل ایران هستن، به قوانین داخل ایران واقف هستن، با همون قوانینی که جمهوری اسلامی دور زده خانواده دادخواه رو، اونها رو زندانی میکنه، مجرم اونها رو تلقی میکنه بدون اینکه هیچ اسناد و مدارکی داشته باشه، از این افراد بلافاصله تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با گروهای معاند به اونها میزنه، صرفا به خاطر اینکه یک خبری در مورد نحوه بازداشتشون در یک شبکه رسانه خبری پخش میشه، اینها رو متهم میکنن. این وکیل ها و این حقوقدان ها میتونن به صورت دست جمعی اونها هم دادخواه باشن و اونها خواستار آزادی این خانواده ها باشن. کنارش ما به وکلا و حقوقدان هایی نیاز داریم در خارج از کشور که در دادگاه های اروپا علیه جمهوری اسلامی بابت فشاری که بر خانواده های دادخواه داره میاره، مطمئنا میتونه تاثیرگذار باشه. همونطور که قانون مهسا تصویب شد، همونطور که لایحه توماج صالحی تصویب شد، ما میتونیم به پارلماندارهایی در کشورهای مختلف این مسائل رو عنوان کنیم که اگر شمایی که در پارلمان نروژ هستین، در پارلمان سوئد هستین، در کانادا هستین، میتونین لایحه رو برای حمایت از جنبش دادخواهی ایران شما اونجا بگید. من چند وقت پیش وقتی شنیدم که لایحه توماج تصویب شد بسیار خوشحال شدم، اما در وقتی در بطن ماجرا میرین که آیا در این لایحه هایی که اوکی تایتلش در مورد توماج هستش، آیا جزئیاتی در مورد سایر کسانی که در ایران بهشون ظلم میشه، مورد سرکوب سیستماتیک قرار میگیرن، آیا در موردشون صحبت شده یا نه؟ ما نیاز داریم به اینکه چه از داخل ایران و چه از خارج از ایران و چه از طریق رسانه ها واقعا کارزاری رو یا کمپینی را بندازیم برای اینکه این فشار و این سرکوب و این احکام ناعادلانه رو از این خانواده های دادخواه دور کنیم که اونها مصون بمونن. همین الان که من با شما حرف میزنم، متاسفانه دیروز از طریق یکی از نزدیکان خانواده آقای کمال لطفی هم متوجه شده میشون حتی به درمان احتیاج داره، اما از ادامه درمان برای ایشون خودداری کردن. آقای ماشاءالله کرمی در شرایط بسیار اسفناک قرار داره، ایشون حتی در مزار پسر حضور داشته، کنار خانواده های دادخواه دیگه بوده. چرا باید زندانی بشه؟ چرا باید حکمی داده بشه که تمام اموال ایشون مصادره بشه در صورتی که تو پسر اون رو از اون گرفتی؟ متاسفانه ما فکر میکنیم در مورد حمایت از جنبش دادخواهی در ایران لااقل در خارج از کشور کوتاهی کردیم و نتونستیم اونطوری که باید و شاید صدای خانواده ناهید شیرپیشه، صدای خانواده امثال خانم شیرپیشه و بختیاری ها باشیم که بتونیم صداشون باشیم، نگذاریم صداشون خاموش بشه و نگذاریم با این احکام غیر عادلانه در زندان های جمهوری اسلامی صداشون رو خاموش کنن. ممنون، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه برای آزادی زندانیون سیاسی.
سپاس از شما. روز جمعه 8 خرداد مضحکه انتخاباتی یا انتصاباتی انجام گرفت که با توجه به پایین بودن شرکت کنندگان به مرحله دوم رسید. پروین آزاد رو همراهمون داریم با گزارشی از عکس العمل مردم در مقابل این انتصابات. با سلام به شما سهیلا و بینندگان عزیز. گزارش این هفته در ارتباط با عکس العمل مردم در مقابل مضحکه انتخابات است. روز جمعه 8 تیر ماه برابر با 28 جون مضحکه انتخاباتی در ایران انجام گرفت. این انتخابات با صدور بیانیه و عکس العمل مردم روبرو شد. بر اساس گزارشات رسیده، حوزه های رای در تمام شهرها و نقاط دورافتاده با عدم شرکت مردم روبرو شد و بر اساس گفته ها و شواهد عینی سطح شرکت کنندگان بسیار پایین بوده است. این انتخابات نمایشی به دور دوم کشیده شد. نگاهی به چندین بیانیه در این مورد. انجمن بیانیه انجمن خانواده های دادخواه آبان. پاسخ ما انجمن خانواده های دادخواه آبان به جمهوری اسلامی تنها یک کلمه است. نه، واژه‌ای که با خطی روشن و با دستی استوار و نستوه می نویسیم. نه به جمهوری اسلامی، نه به دموکراسی فرمایشی. به سرمایه‌داران رأی نمی دهیم. انتخاب واقعی و آزاد فقط در شوراهای منتخب مردم است. ما به عنوان کارگران هفت تپه تصمیمی برای شرکت در انتخابات نداریم و در انتخابات شرکت نمی کنیم. شرکت در انتخابات تایید کل وضعیت و مشکلات و مشقات و مسببین آن است. جمعی از کارگران هفت تپه. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، در شبکه ایکس نوشت: در اتاق بازجویی کاپ بود، شلنگ بود، باتوم در رنگ‌های مختلف هم بود. مأمور به نیشخند از متهم بیچاره می‌پرسید: با کدوم بزنم؟ سبز پزشکیان، سیاه جلیلی یا با آبی قالیباف؟ شما جای زندانی بی‌نوا کدام را انتخاب می‌کردید؟ به نام جنزیان آزادی. ما مادران دادخواه کردستان اعلام می‌داریم که نه تنها در این انتخابات شرکت نخواهیم کرد، بلکه از تمام واجدین شرایط رأی می‌خواهیم تا انگشت در خون فرزندان ما نزنند و این انتصابات را قویاً بایکوت کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اشاره به بی‌رغبتی مردم نسبت به حضور در انتخابات اشاره کرده است. کافی است که نگاهی به قیام‌های 96، 98، 1401 بیندازیم که در آن مردم و خصوصا زنان، جوانان، کودکان و فعالان حوزه‌های مختلف مورد تهدید، ضرب و شتم، تیر مستقیم، زندان و غیره قرار گرفتن تا نتیجه بگیریم که چرا رغبتی به حضور در انتخابات وجود ندارد. بیانیه مشترک تشکل‌های جنبش رنگین کمانی، رأی ما سرنگونی، انتخاب ما زن زندگی آزادی، همچنین ندای زنان ایران طی بیانیه اعلام کرده: انتخاب ما ریشه‌کن شدن مناسبات آپارتاید جنسیتی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است. چند خبر از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان رو بشنویم. مظاهر حیدری از بازداشت شدگان اعتراضات انقلاب زن زندگی آزادی روز 4 تیر ماه در اعتراض به حکم زندان و دادرسی ناعادلانه در دادگاه بدون داشتن حق دفاع و داشتن وکیل لبانش رو دوخ و اعتصاب قضا کرد. وی در تاریخ 19 خرداد ماه با حمله ماموران امنیتی به منزل خود در شهر کرد بازداشت شد. کمپین شریفه را آزاد کنید از سناریو ساختگی و پرونده سازی اداره اطلاعات و طرح اتهام بغی علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت را ابراز نگرانی کرد. شریفه محمدی از فعالین کارگری رشت هستش که در تاریخ 14 آذر ماه سال گذشته دستگیر و مدت چند ماه در سلول انفرادی نگه داشته شد. هنگام بازداشت اتهام او فعالیت علیه نظام و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است و به همین دلیل به او حکم بغی داده شده که این حکم میتونه شریفه محمدی را با مجازات شدیدی مواجه کنه. متین حسنی از آسیب دیدگان چشمی آبان 98 اعلام کرد که باید به زندان برود. جزئیات بیشتری از وضعیت متین حسنی را از همکارم سهرناز عباسی‌زاده بشنویم. با درود و وقت بخیر خدمت شما سهیلای عزیز و همه بینندگان محترم. گزارش امروز در مورد یک جوان از هزاران جوانی هستش که توسط جمهوری اسلامی بینایی خودش رو از دست داده. متین حسنی یکی از آسیب دیدگان از ناحیه چشم هستش که در آبان 98 در یکی از میدانهای اصلی شهر بوکان در استان آذربایجان غربی توسط مزدوران جمهوری اسلامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
در 22 آبان 98 متین حسنی تولد 19 سالگی خودش رو کنار دو زنی که همیشه در تمام این سالها پشتیبان و همراهش بودن جشن گرفت. مادری که 7 سال به تنهایی متین رو بزرگ کرد و نامزدی که در تمام این مدت همراهش بوده. 4 روز بعد از تولد در میانه اعتراضات سراسری آبان 98 متین که برای اعتراضات به میدان اصلی شهر بوکان رفته بود هدف شلیک گلوله سرکوبگران قرار گرفت. 1 گلوله به درون چشم او و چند گلوله به بدن متین برخورد کرد. گلوله های ساچمه‌ای در بدن او زیاد عمیق نشده بودند که بعدها توانستن از بدنش خارج کنند، اما ساچمه دیگر مستقیم وارد قرنیه چشم متین شده بود. معترضان متین را به خیابان‌های اطراف بردند و او را به بیمارستان منتقل کردند، اما کمی بعد با حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان و اخذ شماره ملی و هویت زخمی‌ها متین با همان حال بیمارستان را ترک کرد. شبانه او را به بیمارستانی در تبریز منتقل کردند. طی 1 هفته 3 عمل جراحی روی چشم متین انجام شد. او برای ادامه درمان به تهران منتقل شد. چندین پزشک به او گفتند چشم او باید تخلیه شود، اما در نهایت 1 پزشک در تهران چشم او را بدون اینکه تخلیه شود جراحی کرد، اما به او گفت بینایی تو هرگز بر نمی گردد. به پشت شبکه چشم متین مایعی تزریق کردند و طبق گفته پزشک پس از تزریق باید تا چند روز تحت مراقبت ویژه قرار می گرفت تا قرنیه را از دست ندهد. اما بعد از جراحی ماموران امنیتی در بیمارستان ظاهر شدند و متین را در حالی که روی ویلچر بود با خود به بازداشتگاه بردند. در حین بازجویی از متین با ضربه‌های شدیدی که به سر و صورت او زدند در نهایت عمل جراحی بیفایده شد. پس از 2 روز بازجویی و فحاشی و کتک در طبقه پایین دادسرای اوین به متین گفتند 60 میلیون پرداخت کن تا آزاد شوی. با هر تلاشی که میشد مادر متین مبلغ را پرداخت کرد و از سال 98 تا اعتراضات 1401 متین به همراه مادرش در سکوت طولانی فرو رفتند. بعد از اطلاع رسانی گروهی از آسیب دیدگان از ناحیه چشم در سال 1401 متین نیز از پیله خود خارج شد. او با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش در کنار پدر محمد مهدی کرمی این چنین نوشت: ما ادامه می دهیم مثل آبان که همچنان ادامه دارد تا حقایق ناگفته فاش شود. متین در اعتراضات سراسری 1401 از معترضان حمایت کرد و به مزار کشته شدگان اعتراضات رفت و 2 روز پس از اینکه در صفحه اینستاگرام خود ویدیویی بر مزار یلدا آقا فضلی منتشر کرد، در 3 بهمن 1401 بازداشت شد. او پیش از بازداشت عکسی از خودش بر مزار مهسا امینی منتشر کرده بود و نوشته بود: خواهر من مهسای عزیزم، نام تو شد رمز آزادی و این آزادی با نام تو شروع شد و با نام تو تمام می شود. 1 ماه پس از بازداشت با 1 میلیارد وثیقه آزاد شد. اما حالا متین حسنی را به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده اند و به او گفتند که حداقل باید نصف این مدت را در زندان بگذراند تا شاید حکم او به تعلیق درآید. اتهامات متین حسنی تحریک مردم به جنگ و کشتار و تبلیغ علیه نظام بوده است. با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، روز و روزگار خوش. جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطر هستش. کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محاربه و اعدام رو تهیه و منتشر میکنه که این لیست هفتگی به روز میشه. ما از شما انسانهای شریف آزادی خواه و مدافع زندگی میخواییم برای لغو احکام اعدام و نجات جان این عزیزان در بند از هر راهی که میتونید برای توقف احکام اعدام تلاش کنید و صدای فریاد آزادی این زندانیان سیاسی باشید. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. اخبار و گزارش و خودتون رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملازم میکنید و همچنین از طریق راه های ارتباطی برای ما ارسال کنید منتظر نکات پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی برای شما بهترین را رو آرزو میکنم.